الو، السلام عليكم. خسته نباشید آقای برادرم، آقای انصاری. آقای انصاری، من در دعای لا اله الا الله خیلی اذیت شدم. شما میخوام که برام دعا کنید. به دعای شما موحدان خیلی احتیاج دارم. من از خوزستان زنگ میزنم ولی اسمم بهت نمیگم. خیلی اذیت شدم چون از اهل سنت هستم. خیلی اذیت شدم در راه لا اله الا الله. خیلی اذیت شدم چون از اهل سنت هستم. خیلی اذیت شدم. شما را هم دوست دارم، همیشه برنامه هاتون رو میبینم. خیلی ممنون از شما. برام دعا کنید، از خوزستان دارم زنگ میزنم. خیلی ممنون، خدا حافظ شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. از تاجیکستان زنگ میزنم، اسماعیل هستم. در مسئله این را فیدیا میخواهم صحبت کنم. که در زمان چند سال پیش در وقت زنده بودن مرحوم سید عبدالله نوری خود اقرار کرده بود که در تهران در خانه ایشان ما را دعوت کرده بود. ما اونجا مهمان بودیم و ما گفته بود که این شیعه ها ما را فریب دادن. آن زمان این سخنهای مرحوم سید عبدالله نوری است که خود اقرار شده بود در جمعی زیاده از 20 نفر که اونجا دانشجوهای اون تهران اونجا بودن، گفته بود که ما را در اول این خمینی وعده کرده بود که بر شما تاجیکستان را اسلامی کرده میدهیم، شما را یاردم میکنیم، ولی آمده ما را مجبور به صلح کردن. وقتی که معامله ایران با روسیه خوب شد، ایران ما را مجبور به صلح کرد با همکار احمد شای مسعود. هم گفت که اگر شما صلح نکنید از افغانستان باید برای روید، زیرا طالبان آمده ایستادن و ایران ما را مجبور کرد. ما آنجا فهمیدیم که ایران ما را به تاجیکستان فروخت، ولی چیکار کنیم؟ آن زمان زمانی که به ما پیشنهاد کمک شد از طرف ایران، ما چهره واقعی ایران نشناخته بودیم و آنجا بچه هایی بودند که از سید عبدالله نوری سوال کردند شما آن زمان که شیعه را نمیشه، الان که شیعه را شناختید میشود که ما درس های اینجا را پرتیم و بیرویم بر تاجیکستان؟ گفت شما همه تان صاحب عقل هستید، میخواهی پرتایی روی، میخواهی ادامه دیه، ولی ادامه دیه بهتر است با همون حنفی بودن تان، با همه اهل سنت بودن تان بیمانید و درس هایتان را ادامه دیه. گفته همچون مسلحت هایی میداد. و برادر عزیز انصاری، محمد انصاری، شما خیلی نگران نباشید. این تاجیک ها یک بار سیره به این رافیزی های مشرک لعین را خورده هم. ما البته تا زمانی برنامه های شما را دیدن ایرانی ها را می ترسیدیم، گویم کافرن اینا، ولی الان ما 100% پره گفتم در این مشرک هم، اینا زید دینی الله هستن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.